یکی از خطرات اختلاط بین جبهه و حق رو باطل، نفوذ جبهه باطل تو حق. شیطان از طریق این اختلاط به دنبال ساخت اون سازه و هندسه کفرآمیز و زیست کفرآلود خودشه، سبک زندگی میسازه. میان برنامه ریزی میکنن، یک زیست کفرآمیز درست میکنن از قبل به دنیا اومدنت. برنامه ریزی میکنن تا بزرگ بشی اینجوری، تو مهد کودک بزرگ بشی اینجوری، باید درس بخونی اینجوری، تو دانشگاه بری اینجوری، بری سر کار بعد اینجوری، باید پیر بشی پیر شدی اینجوری، باید بری خونه سالمندان و اینجوری، باید بمیری و وقتی هم مردی اینجوری باید قبر بشی. میاد تو مدرسه های خودت بچه های تو رو با استانداردهای خودشون بزرگ میکنه. تو باید مطابق این استانداردهای سازمان ملل باشی. عنوان سازمان ملله. خب سازمان ملل کدوم گوری الان تو یمن؟ سازمان ملل کجاست؟ چرا خفه خون گرفته تو میانمار؟ سازمان ملل کجا بود وقتی بچه همونو تیکه تیکه کردن تو 8 سال جنگ؟ سازمان ملل چرا خیر آلمانا رو نگرفت وقتی شیمیایی داشت میداد به صدام؟ شیمیایی میدادن به صدام، رو بچه همون میزدن، بعد بچه ها رو میفرستدن برای درمان دوباره کجا؟ همون آلمان. اینجاش در داوره، بیمارستانای آلمان یه نسخه از پرونده رو میفرستدن برای کارخونه تولید کننده شیمیایی. ببین اون چیزی که میخواستی شد یا نشد؟ کجا بود سازمان ملل اون موقع؟ وقتی بچه هم پر شدن کجا بود؟ سازمان ملل استانداردهای درست کرد، با اون استانداردها منطبق کنی خودتو. خودشون تو سبک زندگی خودشون موندن. شما ببین این سیستم خوشگل رنگ و لابدار، بابا یونان ها کسی تحریم کرده داره جزیره‌هاشو میفروشه به خاطر فشار اقتصادیش؟ عضو اتحادیه اروپا است، همون جایی که ترکیه خوش کشته بدبخت برای اینکه بپیونده به اونجا، چون خیابوناشون خوشگل سنگ فرش قشنگ داره. یعنی منظورت اینه مزخرف زخرف؟ آمار سرطان رو بگم تو دنیا اول کجا سودانه تو سرطان؟ دانمارک. مرفه ترین و استاندارد ترین کشورهایی که یک سری از آقایون دارن میمیرن با اسمش، با اسمش مست میشن. دانمارک آمار اول سرطان تو دنیا رو داره. کمترین آمار سرطان تو دنیا میده مال کدوم کشوره؟ یمن. ای همینه که خاک و خلن؟ آره. و زیست مسلمانانه دارن. بهش میگه شب بشین آب بخور، روز پاش آب بخور، روزه بگیر، چه این حرومه اون نجسه. همینا. یمن تو اون آخری هاست، پایین ترین، دانمارک اوله. اینجا رو گوش کنید. در 20 کشور مبتلا به آمار سرطان در سال 2017 13 تا کشور اروپایی و به همراه کانادا وجود داره. از 20 تا. چرا؟ چه میدونم؟ عرق میخوره، سیگار میکشه، سگ تو خونش را میده. حالا بهش بگو آورده تو این زیست سگ و کشونده تو خونت. یه جوری میکن طرف ماده کمپین را انداخته که اسم روش نوشته من سگم. میگه نجسه. وای به سگ توهین میکنه. چی به سگ توهین کرد؟ والا تا اونجا که من میفهمم امام دوم ما بود که یه سگ مریضی که تو میگفتی اخ اخ پیف پیف در میرفتی نشونده بود جلو خودش، گرسنه بود، مریض بود، لقمه ها رو مساوی میگرفت کریم اهل بیت، یه لقمه میذاشت تو دهان خودش، یه لقمه میذاشت تو دهان اون. تا اونجا که من میدونم قرآن ما وقتی اصحاب کهف رو داره ذکر میکنه چه دلیلی داشت اسم سگرم بود؟ اما برای اون سگ حدود مشخص میکنه، میگه تو غار نیست، دم در غار خورد. کجا گفته سگ موجود بدیه؟ میگه برات ضرر داره، برات ضرر داره، برای خودت داره میگه. گفته برو سگو بکش. گفته نمیم چیکار. کجا گفته؟ سگو برای نگهبانی مجوز داده اسلام، اما نه اینکه بیاد دیگه تو تخت خواب باش بخوابی، باش مریضش مال خودت. آقا واکسن زدن، تا الان فهمیدن این مریضی رو داره این واکسن رو برش ساختن؟ هزار تاشو خبر ندارن، هزار تاشو خبر ندارن. بعد ما روایت داریم میگه خونه که توش سگ باشه ملائک نمیان و نمیرن، رفت آمد ندارن. بعد میگه دعای من چرا بالا نمیره؟ کی باید بگیره ببره بالا؟ گرفتید ما رو؟ تو خودکشی ژاپن، کره جنوبی،
لیتوانی، نمیدونم چیه، ژاپن، آره برای اینکه مثل حیوان دارن ازش کار میکشن، شده ربات. آدم اینقدر نباید کار بکنه که، باید تفریح کنه، یک سوم زندگیش کار کردنه، نه صبح و شب کار کردن. من به شدت مخالفم با اینکه ما رمزونا کارمند رو به زور کشیدن بردم. یعنی چی؟ فرصت بده، این نیاز به تعالی داره، نیاز اصلا به آرامش رو. اصلا بابا غربی فکر کن دیوانه، الان تو یه سری کشورهای غربی بابت کلیسا رفتن دارن پول میدن، کلیسا رو قبول ندارن، خدا رو هم قبول ندارن، میگن اونه که کلیسا میرن آرامش روحی دارن، بهتر کار میکنن.